ادامه داستان با خود آمد و دوباره سیگار دیگر روشن کرد. این بار سیگار را بر لبش نهاد و با ناراحتی کش کرد و دودش را به هوا پف کرد. دود عمیق و سنگین از میان دهان و بینیش بیرون زد و در هوای سرد که پارک را به خواب برده بود گم شد. هر بار که قاتل برمیخورد از خود میپرسید که چرا باید عده قربانی لذت و شهوت عده دیگر شود؟ چرا باید بیگناه بمیرد تا گناهکار زنده بماند؟ باد که وزید ذهنش را با خود برد و میان برگهای نوکتیز و نازک کاج محو کرد. دوباره به یادش آمد تا زمانی که انسان هست جنایت و خونخواری هم هست. تا زمانی که قدرت و جاه طلبی هست بیرحمی و قساوت نیز هست. او یک با یک تمام پرونده های سرخ که در طول این چند سال به عهده گرفته بود به یاد آورد. مردان دیوانه ای که حتی زن و فرزند خود را سلاخی کرده بود. زنی که تنها برای دستیابی به مرد دلخواهش همسر خود را مسموم کرده بود. جوانی که مادرش را با دست خود کشته بود. دوستی که با کشتن تمام همصنفی هایش دست زده بود. آن مرد دستفروش آدمخوار، کودکی که جنایت کرد و بیگناه شناخته شد و سرانجام قربانی های داوطلب که برای مردن قرعتش بود. در همین اندیشه ها صدای زن او را به خود آورد. مری بود که با چهره درهم و بغض آلود به سویش می آمد. دانلد به تندی اشکهایش را پاک کرد و با لبخند تلخ به او پاسخ داد. مری به آرامی نزدیک شد و گفت مرا ببخش که خلوت شما را به هم زدم. نخیر دخترم، بعضی وقتها لازم است که یکی بیاید و تو را از کابوسهایت نجات دهد. مری با نگرانی گفت این بار موفق نشد. امیدوارم دفعه بعد بتوانند این کار را بکنند. می توانم شدت ناراحتی را در چشمانت ببینم. دانلد آه کشید و اعتراف کرد. می دانی؟ هر بار که یک آدم بیگناه میمیره غصه‌دار میشم. از اینکه چرا به دنیا آمدم، حتی از خودم که یک انسان هستم متنفر میشم. دنیای ما گرداب مرگباری است که همه را در خودش فرو میبرد. چه آن کسی که گناهکار است و چه آن کسی که بیگناه است. دانلد دوباره سیگارش را روی لب نهاد و کش کرد و با تکان دادن سر تایید کرد. مری ادامه داد. هنوز نتوانستم به دیدن صحنه های جنایت عادت کنم. من هم همین دارم. چرا باید آدم های از این کار لذت ببرم؟ فکر میکنم ما انسان ها داریم تقاص کارهای خودمون را پس می‌دهیم. او به دور دست ها خیره شد و با لحن غمبار از خاطرات دورش گفت. بچه که بودم نیمه شب بی خوابی به سرم زد. صدای تلویزیون کمی بلند بود و من کنجکاو شدم تا برم و ببینم چی است. از اتاقم بیرون شدم و از گوشه دیوار آهسته به برنامه مستندی که در تلویزیون پخش می شد نگاه کردم. نمی دانم چند دقیقه دیدمش، ولی هرچه که بود
حالم را بد رقم بد کرد. در مورد قتل عام نهنگ‌ها، فک‌ها و شیرهای دریایی بود و اینکه چگونه از آنها برای صنعت لوازم آرایش استفاده می‌کرد. صحنه‌هایش پر بود از بی‌رحمی و سنگدلی. صحنه‌هایی که نشان می‌داد آدم‌ها چه راحت با نیزه‌هایشان آن موجودات بی‌گناه را در حالی که هنوز زنده بودند تکه پاره می‌کردند. هنوز یک صحنه‌اش از یادم نرفته و هنوز بعد از گذشت این همه سال در ذهنم می‌آید و عذابم می‌دهد. یک فک زخمی زیر پای مرد شکارچی افتاده بود و با چشم‌های مشکیش به او نگاه می‌کرد و با آرامی دم خود را تکان می‌داد. مرد بالای سرش که رسید بدون توجه به هیچ چیز، بدون اینکه صدای دردآلودش را بشنود، نیزه‌اش را بالا برد و در سرش فرود. حیوان بیچاره تا چند ثانیه دست و پا زد و در خون غلتید. وقتی که جان می‌داد من به گریه افتادم و پدرم که تازه متوجه آمدن من شده بود با عجله سمتم دوید و چشم‌هایم را گرفت، ولی دیگر دیر شده. من آن چیز را که نباید می‌دیدم تماشا کردم و ذهنم پر از اندوه و غصه شد. دانلد آرام لبخند زد و گفت: تا چند شب تب کردم و کارم به بیمارستان کشید. فکر میکنم حالا بدانید چرا ما آدم ها داریم خودمان را نابود میکنیم. ما داریم تقاص بیرحمانه خودمان را در حق دنیا و طبیعت بیگناهش پس میکنیم. این عکس العمل جهان به عملهای نادرست و ظالمانه ماست. مری که غرق در تأسف شده بود در فکر فرو رفت و آرام زمزمه کرد: چه زیباست حکایت ما آدمها را تعریف کردیم. حق با شماست. شاید ما باید مجازات بشویم تا جلوی نابودی دنیا گرفته شود. در این انتقامگیری برای دنیا فرقی ندارد که من و تو بیگناه باشیم یا نه. آن فقط موجود به اسم انسان را نابود می‌کند تا شاید بتواند خودش را نجات بدهد. این ماییم که باعث نابودی همه شدیم. فقط خود مایم، نه هیچ کس و هیچ چیز دیگر. رابرت که صدایش کرد به خود آمد. دانلد با مهربانی جواب داد: ما اینجاییم دوست من. او با قدم‌های بلند به سویشان آمد و با نگرانی گفت: آنقدر ذهنم به هم ریخته بود که در ماشین خوابم بود. دانلد خنده کرد و گفت: این بهترین کاری بود که میشد کرد. مری هم با لبخند تایید کرد و از رابرت پرسید: شما هم داشتین لحظه لحظه آن اتفاق را دنبال میکردین؟ البته. در ماشین و با کلی ناراحتی و پریشانی. سپس از آنها پرسید: درست است که نیمه شب است، ولی خیلی احساس گرسنگی میکنم. شماها چطور؟ دانلد گفت: ما اصلا شام نخوریم. درست است. مری گفت: خب، این اطراف یک رستوران خوب هست که من و دوستانم همیشه میریم اونجا. رابرت پرسید: شماها اشتها دارین یا نه؟ دانلد جواب داد: بالاخره باید زنده ماند، مگر نه؟ مری به خنده افتاد و جواب داد: آن طرف خیابان
یک رستوران شیک و معروف. سپس هر سه برای افتادند و تلاش کردند حتی برای ساعات از ناراحتی و غصه ها دوری کنند. هرچند که این تصور برایشان ناممکن بود، اما شاید می توانستند وانمود کنند که چنین است.